سپاسگزارم. فقط به دلیل اینکه اینجا نهاد مردمی هست ما گفتیم یکی از مطالبی که در تمام این سایت ها بود رو بخونیم، ولی خب ما در نهاد مردمی جوابش رو پیدا کردیم و امیدوار هستیم همه هممیهنان هم بدونن که واقعا جواب در کجاست و چه باید کرد. سپاسگزارم از این فرصت. با تشکر از آرش مهدوی عزیز و این متنی رو که از اینترنت پیدا کرده بود خوندید، چند لحظه پیش یک بیانیه ای از طرف نهاد مردمی برای من ایمیل شده. من این رو براتون میخونم، بار اول هست، اگر چون قبلا نخوندم امیدوارم که بتونم درست بخونم، ولی این به زودی در سایت هم گذاشته خواهد شد و به تمام اعضا و پشتیبانان نهاد مردمی ایمیل خواهد شد. باز هم از چنگال رژیم خوناشام خون تازه می چکد. امروز صبح ملت ایران با خبر حیرت آور دیگری از ددمنشی رژیم روز خود را آغاز کردند. خبر حکایت از این داشت که فرزندی که هنگام بدرقه جنازه پدر به سوی مزار بود، به دست دیو صفتانی که در لباس آدمیت بر میهن ما و هر آنچه در این سرزمین ابا و اجدادی ماست چنگال فرو برده اند کشته شده است. هر بار که خبر وحشتناکی از این رژیم خوناشام میرسد، شعور انسانیت اگرچه در حیرت میماند از خبر، اما با خود میاندیشد که این فاجعه میتواند نهایت بالاتر از سیاهی باشد. افسوس که ما هر روز مواجه با حوادثی هستیم که عمق خوی حیوانی رژیم را هر لحظه عمیق‌تر از قبل آشکار می‌سازد. جنایات اخیر رژیم نشان آشکاری است که این حکومت خونخوار در مقابل استقامت جانانه ملت آنچنان دچار وحشت شدند که دیگر در پی حفظ نقاب دروغین خود هم نیستند. حاله صحابی هم به جمع جانباختگان بیگناه راه آزادی پیوست. نهاد مردمی ضمن محکوم کردن این وحشیگری رژیم جمهوری اسلامی و تسلیت به خانواده حاله صحابی، امید دارد که صفوف آزادی خواهان هرچه سریعتر در راستای براندازی جمهوری غیر انسانی حاکم بر میهنمان منسجم گردند. زنده باد آزادی نهاد مردمی. تو میگویی وطن، من خاک بر سر میکنم، گویی شکست شیر را از موش باور میکنم. وقتی تو میگویی وطن، یک بار خشکم میزند، این دیده مبهوت را با خون دل تر میکنم. وقتی تو میگویی وطن، بل خیش می لرزد قلم، من نیز رقص مرگ را با او به دفتر می کنم. بی کورش و بی تهمتن، با ما چه گویی از وطن؟ با تخت جمشید کهن، من عمر را سر می کنم. خون ابستا در رگ فرهنگ ایران می دود، من گادهای عشق را مستان از بر می کنم. وقتی تو می گویی وطن، شهنامه پرپر می شود، من گریه بر فردوسیان تا
پیر سخنور می کنم. وقتی تو می گویی وطن، بوی فلسطین می دهی. من کی نژاد عشق با تازی برابر می کنم. وقتی تو می گویی وطن از چفیت خون می چکد، من یاد قتل نفس با الله اکبر می کنم. وطن خون است و خشم و خودکشی، من یادی از حمام خون در تل زعتر می کنم. وقتی تو می گویی وطن قدس است و شامات و حجاز، من همدلی کی با چنین دادان برادر می کنم. تاریخ ایران تو را شمشیر تازی می سزد، من با عدالت جویی‌ام یادی ز حیدر می کنم. ایران تو یعنی لباس تیره عباسیان، من رنگ روشن بر تن گلگون کشور می کنم. ایران تو با نام دین زن را به زندان می کشد، ایران تو با نام دین زن را به زندان می کشد، من تاج را تقدیم آن بانوی برتر می کنم. ایران تو شهر قصاص و سنگسار و دار هاست، من کیش مهر و عصر را تقدیم دارم می کنم. ایران تو می ترسد از بانگ نوای و نای و نی، من با سرود عاشقی آن را معطر می کنم. وقتی تو می گویی وطن یعنی دیار یأس و غم، من کی گل امید را نشکفته پرور می کنم. با تشکر و با درود به جناب بادکوبه‌ای، مبارز راه آزادی، که هم اکنون ایشون هم خدا میدونه کجا هستند، ستاره عزیز که این رو اجرا کردن. هموطنان عزیز، شما به خصوص از اونی که در داخل کشور هستیم و کسانی که در خارج هستیم، من تو جان شماره استودیو رو بذارید. تا کی باید صبر بکنیم؟ تا کی باید این ظلم و این ستم به مردم ایران روا باشه؟ این جنایت ها، اونهایی که در داخل کشور هستند بسیار تا اونجایی که تونستند ایثار کردند، اعتراض کردند، تظاهرات کردند و می‌بینیم که چقدر با توماش هم خوردن و زندانش هم رفتن و اعدامشون هم شدن. ولی شما عزیزانی که در خارج از کشور هستید، ما کسانی که در خارج از کشور هستیم، چه کردیم و چه میکنیم؟ چرا باید در این سازمان‌های اپوزیسیون که الان چند تا هستن با تمام کمی و کاستشون فقط 200-300 نفر شخصیت حقیقی باشه؟ حداقل کاری که میتونید بکنید، بیاید یکی از این سازمان‌ها را قبول کنید، بهشون بپیوندید، پشتیبانی کنید، چه با شخصیت حقیقی چاب و مستعار، که ما بریم سعی بکنیم برسیم به داد این عزیزانمون در داخل کشور. و اونهایی که از داخل کشور هستید، با امن بودند شما هم همینطور. برای مثال منصور عزیز این شماره تلفن رو نشون بده، از داخل کشور، از خارج از کشور. دیروز که ما این شماره رو اعلام کردیم، تا کنون 10-15-20 نفر حداقل تا اونجا که من دیدم
از بیشتر از داخل ولی از خارج از کشورم اومدن و پشتیبانی خودشون از نهاد مردمی اعلام کردن. با یک کارت تلفنی از یک کیوسک تلفن و اونایی که خارج از کشور هستن از هر یه جایی. فرق نمی‌کنه نهاد مردمی یا هر جای دیگری که می‌شناسید و باور دارید. بروید، دستتون رو بالا بکنید، بگید منم هستم، به دنیا بگویید که شما کی هستید، بگویید که نمی‌خواهید که در این کشور ما اینجوری بشه. نداها و عربی‌ها و حالا حاله صحابی‌ها و غیره رو اینجوری بکشن. یک دختری رو سر تشییع جنازه پدرش با لگد و پنجه بوکس بزنن و بکشند و بقیه بایستند و در کشور خبری نشود. وقتی که در تونس یه نفر خودش آتیش زده اونجوری شد یا دست فروش را میرفت و چگونه شد و غیره، نباید خون ما به جوش بیاد؟ اگر به نهاد مردمی و یک هدف و پنج اصلش باور دارید، شماره تلفن در آمریکا 650 616 3900 زنگ بزنید بگید منم موافقم که ما این تعداد رو زیاد کنیم که بریم بتونیم به دنیا بگیم که هستیم. ما نیومدیم و اینور دنیا بنشینیم و دم ساحل و دم من بریم لاس وگاس و هیچ کاری نکنیم و غیره و فلان. ما هستیم، حضور داریم. ما باید هزاران هزار صدها هزار نفر بین این سازمان همه باشیم، نه همه بین 200-300-400-500 نفر. و شما هم داخل کشوری ها، شما هم منتظر هستیم که با امنیت این کار رو انجام بدید، با یک کارت تلفنی و از یک کیوسک تلفن و یا هر گونه دیگه که سلام میدونید. تلفن ها رو میخواییم باز بکنیم. نظر شما چه هست؟ شما چه فکر میکنید در این رابطه؟ اتفاقی افتاده در اتاق پلتاک. دوستان دستشون بالا هست. آقای امیر سلیمانی بعد مبارز خطای تلفن هم داریم. خواهش میکنم دوستان اگر ممکنه در 2 دقیقه صحبتاشون رو بفرماین که تلفن ها داره زنگ میزنه و ما بتونیم همه رو گوش بدیم. 2 دقیقه لطفا. من سر 30 ثانیه 1 دقیقه و 30 ثانیه علامت میدم. دوستان خواهش میکنم بفرمایید جناب امیر سلیمانی. با درود مجدد به باشندگان در روم و ایران یاران راستین. نمیدونم، ما وقتی که خودمون میایم هیچ ایرانی با شرافتی از مرگی همیهنش خوشحال نمیشه، اگرچه خب بعضی از این همیهنان دست خمینی رو گذاشتن تو دست به اصطلاح خلبان فرانسوی، برگردوندنشون تو ایران که بتونن این همه جنایت بکنن. امروز فقط مسئله ما 32 ساله ایمان جان، 32 ساله با این جنایت سر و کار داریم. ما سند کشتار علیه بشریت رو تو دستمون داریم ولی نمیتونیم شکایت کنیم، به خاطر اینکه تا بیم حرف بزنیم اول کسی که میزنه تو دهن ما خود همون کسی که ادعا میکنه ایرانیه، میهن پرسته. درگیری ما اینه، مشکل ما اینه. من فکر نمی کنم هیچ ایرانی از مرگ همیهنش خوشحال بشه. من به نوبه خودم به خانواده آقای دکتر صحابی، با اینکه خب دست در کار جنایت بزرگی بودن متاسفانه باید بگم، ولی اگر امروز بگم من گناهکارم، چون نباید بگم، اگر بگم من گناهکارم به خاطر که این تکرار نشه. سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید. من سعی میکنم کمتر از فرصتم از وقت شما استفاده کنم. آقای شاهزاده رضا پهلوی هم یه سهمی در تاریخ سرزمین ما، در فرهنگ سرزمین ما بیش از من و شما ندارن. هممون سهم مشترک داریم در فرهنگ و تاریخ سرزمینمون. ایشون شاهزاده هستن، حرفی نیست. درود به شرفشون. سپاسگزارم. امیدوارم که متوجه بشیم که داریم با خودمون چه میکنیم، به خاطر اینکه من مخالفم با رنگین شدنمون.